به خاطر فهرست جور کردن است، ولی فهرست این عناوین نه. تیبل اف کانتنت چیکار میکرد؟ فهرست عناوین این ونا را جور میکرد. ای باز فهرست اکسارا یا تیبلا را جور میکنه. وقتی که ما یک راپور جور میکنیم یا یک کتاب جور میکنیم، در او فهرست اقسام میباشه. در کتاب ها اگر فکرتان شده باشه، زیر هر عکس نام عکس نوشته میباشه، قطعی عدد نوشته میباشه، فلان عکس فلان شماره. باز وقتی که تشریح اون عکس در پاراگراف می، باز اینجا نوشته کده میباشه که نظر به فلان عکس شماره اون عکس نوشته میباشه، نه که این عکس تو راست فوتو هستن. یعنی کپشن چی کار میکنه؟ کپشن که از بر عکس نام میده، عکس باشه بر عکس نام میده، تیبل باشه تیبل نام میده. نام به خاطر چی میده؟ که باز فهرستش جور کنی. اگر میخواستی که فهرست عکس ها را یا تیبل ها را جور کنی، باز اول نام میدی از insert caption، بعد از insert table of figure فرستش جور. مثلا من اینجا یک چند صفحه دارم، میدم یک پنج صفحه است، در این اکس ها را میارم. اکس از کدام منیو میاردیم؟ insert picture. یک چند تا picture را بگیریم، یعنی یک دو سی، یک سی تا اکس گرفتیم که یکی در یک صفحه، یکی در دیگه صفحه، یکی در دیگه صفحه. ما میخواییم که فرست این عکس ها را جور کنیم. وقتی که فرست شجور میکنی، اول باید چی کار کنی؟ اول باید برش نام بدی. بخاطر که اگه نام ندی، باز فرست چی را خم جور میکنی؟ در فرست چی قسم برد بگه یکی فلان عکس در کجا هست؟ باز چی کنه؟ اولی را سلیکت میکنی، میایی در رفرنس و از insert caption برش caption میدی. کلیک کنی را، عکس باید سلیکت باشه. این خودش نام میده برش. نام چی میده؟ figure 1. فیگر شماره هم برش میتا 1, 2, 3 و نام فیگر میتا. اگر چینج میکدی از اینجا چینج میشه، میتونی که این نامو بدی، میتونی که تیبل نامو بدی. خوی تیبل باز به خاطر تیبل استفاده میشه، وقتی که تیبل نام میتی باز از این طریق. فعلا چی رو انتخاب میکنیم؟ فیگر. اگر خود نام دیگر نام تو نام میتی که در این لیست نامی باشه، کدام نام دلخواه رو میدادی، باز از چی استفاده میکنی؟ نیو لیبل. کلیک کن اینجا نوشته که مثلا ما نام میتیم picture. اوکی کو شماره را خودش میده 1 2 3. اگر میخوای شماره را چینج کنی، باز چی استفاده میکنی؟ نمبرینگ، که مثلا میگم ای بی سی بی، هر شماره را که میخواستی اون نمبر باز میده. و اینی جه باز پوزیشن است. وقتی که اینی نام عکس نوشته میشه، کجا نوشته شما؟ اگر بلو سلیکتد آیتم باشه، کجا نوشته میشه نامش؟ زیر عکس نام نوشته میشه. و اگر ابوف سلیکتد آیتم باشه، باز بالاش نوشته میشه. او فرق نمیکنه که هر جای خود. دلیت لیبل، اینی لیبل اگه میخواستی دلیت کنی، می لیبل که ما نوشته کردیم، اگه میخوای دلیت کنی چی استفاده میکنی؟ دلیت لیبل. خب اینا من نام پیکچر 1 دادم، شماره هم دادم، فقط اوکی کو. زیر از این نامش چی نوشته میشه؟ پیکچر 1. میایم نام دیگر هم میتم، میره کلیک میکنیم باز کپشن. نام از چی میشه؟ پیکچر 2. اگه چینج میکردی از هم چینج کردم میتونی. خب من میگم نه نمیکنم، اوکی میکنم. این نام از پیکچر 2 شد. میره کلیک میکنیم. نام از پیکچر 3. نام رو دادی؟ آلی در هر جایی که فرست جور میکنی، فقط اونجا کرسر بان، باز این دفعه باید چی را کلیک کنی؟ insert table of figures. این را table of figure میگم. کلیک کن. دیگه شکل شما چی واری است؟ table of content واری است. که مثلا شما را داشته باشه، line داشته باشه، شما را ایش پس میکنی، line ایش پس کرد، design ایش چینج کرده میتونی، اومو خسمه هستن. آل که اوکی کنی، اینجا فرستشان جور میشه. که پیکچر 1 در کدام صفحه است؟ صفحه 2. پیکچر 2 در 3 و 3 در 4. باز هر وقتی که کرسر کنترل قایم بگیری و سرش کلیک کنی، راستان اون عکس در پایین میاد. و وقتی که تیبلش جور شود، تیبل آف فیگرش جور شود، بعد از او اگر ما عکس ها را اضافه کنیم، مثلا نال یک عکس اضافه میکنیم، یا عکس کم میکنیم، یا عکس تغییر میتیم، از یک صفحه دیگه صفحه انتقالش میتیم. مثلا این عکس است، میخوایم که هم در فرز بیم. اول کار باید چی کار کنیم؟ در رپرزنس بیم، باید برش نام بتیم. اینو نام برش دادم. بعد از او بیا، چون تیبل آف فیگر تیار جور است، کلیک میکنی از چی استفاده میکنی؟ اپدیت تیبل، یا رایت کلیک میکنی اپدیت فیلد، یا این کلیک میکنی یا او کلیک میکنی. این کلیک کردی، دو آپشن ها مو قسم هستن که اگر تنها شماره رو چینج میکنی، مثلا یک عکس از یک صفحه دیگه صفحه انتقال شده باشه، تنها شماره ایش چینج میکنی، و اگر چیز کم اضافه شده باشه، باز اپدیت انتایر تیبل سیک مو عکس دیگه رو اضافه کنی. فهمیدین؟ کپشن ها insert table of figure and update. بعد از اوز کراس رفرنس دوستان نوم دیو اکس بدل که بده طول اوتومات نه 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 بدلی گیه هر اکس تا جدا جدا نوم مورکه باشی و کراس رفرنس چی کار میکنه؟
کراس رفرنس هم لیست اینی چیزا رو برتون جور کردم میتونم. مثلا ما میخوایم که لیست می پیکچرها رو که اول جور کردم از زیر بیارم، مثلا لیست هیدینگ ز بیاریم. اینجا مختلف چیزا داریم، مثلا اینجا ما کارسر موندیم، میایم کراس رفرنس کلیک میکنیم. اینجا ببین هیدینگ داریم، بوک مارک داریم، فوت نوت داریم، اند نوت داریم، چیزا رو کلش اول میفهمین نه. پایین بیا سگ چیرم داریم پیکچر اول ما جور کردیم، یعنی اینو کلیک میکنیم پیکچر نمایشین اینجا میاد. ما میتونیم که هر جای نامای از آر اید کنیم، مثلا در این صفحه کرسر موندیم نامایشان اید میکنیم، میگم پیکچر وان هم اید کو، تو را هم اید کو، تری را فور. این اگه بزرگی اینتر جدا میکنی که جدا شو از اکو لیستشان آنه جور میشه. آلی سرش کنترول بگیری هر یکی کلیک کنی چی کار میکنه؟ مورا راسم برتون بگیرم. میتونی از کراس رفرنس هم لیستش جور کنی. لیست چی را جور کنی؟ کلیک کن سایکل لیست اینی کلی چیزا رو جور کردن میتونی، از فوت نوت جور کردن میتونی که کل فوت نوت ها رو اینجا لیست شه بیاری، تو با سر هر یک کلیک میگی دراسه نمره برات میاره. از فوت از اند نوت آورده میتونی، از زیر آورده میتونی، از تیبل آورده میتونی، از کلی چیزا میتونی، از هیدینگ هم میتونی، تا که لیستشان رو برتون جور کنی که با هر وقت کنترل بگیری سرش کلیک کنی دراسه نمره برات میاره. این کراس رفرنس میگه فهمیدی نیرم کراس رفرنس ها. بعد از دوست مارک انتری، مارک انتری بیا چیکار میکنن؟ مارک انتری که هستن به خاطر نشانی کردن لغات هستن. این کتاب های انگلیسی را زیادتر اگه ببینین داخل کتاب که برین اونجا مو کل مجموعه لغات ها اونجا میباشه. مو لغات هایی که در کتاب استفاده شده و کلش در کجا میباشه؟ داخل کتاب میباشه، اونجا مجموعش میباشه. یک کس اگه میخواه ببینه که کدام لغات ها استفاده شده، راست داخل میره میبینه که کدام لغات ها استفاده شده. اونجا حتی به حساب الفابت سورت شده میباشه. مثلا اون لغات هایی که از ای شروع میباشه در یک لیست میباشه، که از بی شروع شده میباشه در دیگر لیست میباشه، تا که آدم به آسانی بتونه پیدا کنه که در این کتاب کدام لغات ها استفاده شده. حالا اگه میخوای که تو یک چیز تو هم جور کنی، مثلا راپور جور کردی، کتاب جور کردی، میخوای که می لغات هایشانه کلش میخوای، بازش میخوای، واره یک جای مجموعش جور کنی، باز باید چی کار کنی؟ باز از چی استفاده میکنی؟ از مارک انتری. از مارک انتری اول ملغات نشانی میکنی. مارک چی مانا؟ مارک و مانای نشانی کردن. اول نشانی میکنی، بعد از او وقتی که لیستش جور میکدی از کجا جور میکنی؟ از انسرت اندکس و اپدیت، باز اپدیت میکنی. چه قسم؟ مثلا اینجا یک چند تا لغات دارم، میخوایم که یارا نشانی کنم. یک چند تا دیگه یک صفحه، یک چند تا دیگه صفحه، مثلا چون راپور از هر چند زیاد صفحه که باشه میخوایم یک چند لغات نشانی کنیم. مثلا این اینستیتیوت است، این نشانی میکنیم که باز میگم اینی لغات باز دا مجموعه داخل مجموعه لغات ها باز بیا کلیک میکنی، از اینجا چی استفاده میکنی؟ مارک انتری. مارک انتری رو که کلیک کردی ایره به نام چی نشانی میکنی؟ میگم به نام چی نشانی شوه؟ در به نام این اینستیتیوت. اگه میخوای که در کراس رفرنس هم معلوم شوه باز ایره کلیک میکنی. خیره من مارک میکنم چی؟ مارک. فقط کلیک کن این مارک میشه. وقتی که مارک شد این اینجا کتشان ای اکس این نشانا میبینین نشانا کتشان میه. این نشان که میه ای پرینت نمیشه. ای تنها هم اینجا بخاطر این نشان میده که بفهمی که این لغات مارک شده. میبینین؟ چی کت چیز اضافه میشه؟ اکس ای و این طرف نقطه و چیزا کت چیز اضافه میشه. ای تنها بخاطر ای است که بر معلوم شوه که این لغات مارک شده. اگه میخوای که معلوم نشوه باز میای دهو این نشان پاراگراف اینی رو کلیک پاس میکنی چی میشه؟ اون نشانه پس گم میشه، ولی این لغات نشانی شد. مثلا این لغات دیگه هستن ایرم نشانی میکنم. هر لغات که میخوای که داخ در هر جای مجموعه لغات ها رو میخوای که اونجا بیای با زور اول باید چی کار کنی؟ اون انتخاب کنی و مارک کنی. مثلا این لغات هست میگم این به نام انفورمیشن مارک شما، یعنی ایرم مارک کنی. مثلا میگم که اینی بریا اینی لغات هم مارک شما، مارک انتری به نام چی؟ مثلا میگم به نام مارک مارک شما. کلش مارک کردیم. هر قدر لغات ها که میخوای که در مجموعه لغات ها بیای در لیست لغات ها میای او را باید اول چی کنی؟ مارک کنی. وقتی که مارک کردین باز هر جایی که میخوای فرست چه مثلا اینجا ما فرست چه جور میکنیم باز از چی استفاده میکنی؟ insert index. یه هم دیگه همو چیز هستن مثل تیبل آف کانتنت که شما را باید داشته باشه نداشته باشه، لاین باید داشته باشه یا نداشته باشه، این چیزا را برشان داده میتونی. میگم لاین داشته باشه اینا اوکی کو فکر مجموعشان میای باش که این نشانه رو پاس کنیم که صحیح بشه. چند لغات نشانی کرده بودیم؟ سه لغات نشانی کرده بودیم. اینا کلشان اومد که مثلا برای یه واسه information institute هست و یا کلش در کدام صفحه هستن؟ در صفحه یک هست. فهمیدیم؟ ایره میگم mark entry بخاطر چی استفاده میشه؟ بخاطر نشانی کردن لغات ها هستن که باز اگه میخوایی که
فرست یا لیست از وار جور کنی، اول باید مارک کنی، بعد از مارک کردن وقتی که لیست چجور میکردی از چی استفاده کنی؟ از insert index استفاده کنی. و اپدیت بخاطر چی استفاده میشه؟ وقتی که تغییرات آوردی، او را اضافه میکردی باز اپدیت. مثلا یک لغات دیگر هم مثلا اینجا آدرس و چیزا نوشته است، این را ما نشانی میکنیم، اول مارک تو به نام ایمی آدرسی را مارک کردیم. حالا میخواییم که هم دهی بیه، باز بیا این چی را کلیک میکنیم. آمد یا نه؟ آمد؟ فهمیدیم؟ مارک انتری یا کلش فهمیدین؟ خب این مارک سایتیشن امروز نمیخوانیم، صبح میخوانیم، بخاطر که اگه حال بخوانیم باز امکان داره که بیخی برتان گیچه. فهمیدین؟ انسرت کپشن خواندیم، ایره خواندیم، ایره بر صبح میمانیم، میایم ده میلینگز مینیو. ده میلینگز مینیو هم بسیار زیاد چیزا هستن که اولش چی هستن؟ انولاپ. انولاپ هم میفهمین چی رو میگن؟ پاکت خط. پاکت خط دیدین؟ او به انگلیسی چی میگه؟ انولاپ میگه. اگه میخوای که ما انولاپ جور کنی، مثلا ما میخوایم که صفحه ما با دیزاین انولاپ جور شود، مثلا یک خط یک مکتوب نوشته کدی بر کدام جای روان میکنی، برای ازو میخوای چی جور کنی؟ پاکت جور کنی، انولاپ جور کنی. باز میای از میلینگ اینجا چی رو کلیک میکنی؟ انولاپ کلیک میکنی. انولاپ کلیک کردی سعی کنی یک باکس نه دی دو چیز داره، یکی دلیوری ادرس داره، یکی ریترن ادرس داره. دلیوری ادرس برای کس که بازمی مکتوب یا چیزی که در پاکت میمونی روان میکنی، ادرس از او رو باید در کجا نوشته کنی؟ در دلیوری. همیشه وقتی که یک خط برد میه در او ادرس ها نوشته میباشه که مثلا کی برد روان کرده نی؟ در پیش سر پاکت نوشته میباشه، نامش نوشته میباشه، ادرسش نوشته میباشه. نه زیادتر کلا چی؟ یوه اداره بلی اداره تا مکتوب یوشه لیگی کنه یا پاکت کرده وی بیا پاکت باشه باندې نوشته وی چې دا مثلا چا است ولای دا ادرس نوشته وی تاریخ نوشته وی شان نوشته وی. آفرین. خو مقصد که واړی چې پاکت جوړ کړي د دو ادرس می باشه، یک دلیوری ادرس دیگه چی ادرس؟ ریټرن ادرس. ای ضرور نیست که تو هر دویش نوشته کنی، هر یک نوشته میکنی دلته هر دویش نوشته میکنی هم مشکل نیست. مثلا دلیوری ادرس برای کسی که روان میکنی ادرس زیر نوشته میکنی. اینا من نوشته میکنیم، اگه چه ادرس لغات ادرس که تش نوشته نمیکنیم فرق نمیکنه. مثلا با کی روان میکنیم ادرسش کجاست؟ ادرسش میگم که کوتی سنگی هر کوچکی باشه. مثلا فون نمبرش هم نوشته میکنیم که اینی نمبرش است. تاریخ نوشته میکنیم اینی تاریخش است. ضرور نیست که لغات ادرس و فون و دیتا نوشته کنی، راستن میتونی ادرس و تلفن چیزا نوشته. ریترن ادرس، ریترن ادرس ادرس خود باش نوشته میکنی که اگه دوباره او میخواست که برات روان کنه با مو ادرس برات روان کنه. در اینجا باز نوشته میکنیم، مثلا من نوشته میکنیم که کجاست، کمپانی مثلا فون نمبر، من هیچ لغات فون نوشته نمیکنم، راستن فون نمبر نوشته میکنم و تاریخ نوشته. حالا اینجا ما آپشنز داریم. آپشنز به خاطر چی هستن؟ آپشنز به خاطر اول دی انولاپ سایز هستن که انولاپ چقدر باید باشه. اینجا سایزایش نوشته است، این کل سایزایش است که باید چقدر باشه. هر سایزی که انتخاب میکنی کلان و خور داره انتخابش کو. بازی چه دلیوری فونت داری و ریترن فونت. فونت خو میفهمین نه که این دلیوری ادرس فونت کی است. اگر فونت یا زیرا میخوای چینج کنی، مثلا کلان باشه، بولد باشه، ایتالیک باشه، این از اینجا میتونی کلر کل چیزا رو بچون بدی. و ریترن ادرس باز فونت چی رو چینج میکنه؟ از اینجا رو چینج میکنه. اگر میخوای فونت یا زیرا چینج کنی، از اینجا باز میتونی چینج کنی. این باز فاصله هایشان هستن. وقتی که باز جور میشه باید چه فاصله از طرف لب داشته باشه و چه فاصله از طرف تاپ داشته باشه. وقتی که در صفحه جور میشه از این چقدر فاصله داشته باشه؟ از این طرف چقدر مارجینز نه فاصله هستن که چقدر فاصله ای داشته باشه، چقدر فاصله ای داشته باشه. وقتی که فاصله هایشان هم سیت کردی اوکی کو، باز اگر آسان پرینت میکردی چی رو کلیک میکنی؟ پرینت. و اگر میخوایی که در صفحه بیه باز اید تو داکومنت ای رو کلیک کو، یس کو سکن آمد. برکاس که روان میکنی آدرس چینجه نوشته شد و آدرس خودت کجا نوشته شد؟ سعی کن از این طرف این فاصله داره، از این طرف این باز از بالا این فاصله داره، از لفت این فاصله داره. فاصله هاش اگه زیاد کم میگه دیگه زیاد کم. این را میگه انولاپ. فهمیدین این را؟ بعد از اون لیبلز. لیبل ها باز
لیبل چی را میگه؟ لیبل کیس؟ لیبل میگه. لیبل؟ لیبل میگه. لیبل چی هستن؟ یعنی در کامپیوتر این چیزا رو دیدین؟ این تل و چیزا که نوشته است. میبینه؟ این خودش چی هستن؟ لیبل هستن. می خورد ترکا لیبل ها که می باشه سرش داشته می باشه یک اون چیزا می چسبانن. مثلا دکاندارا که یک اون چیزا رو مپروشه که وارنتی میتا باز خورد ترکس چی قرار سرش. اینی چیزا رو لیبل میگه. مثلا تو میخوای که کامپیوتر رو کلش لیبل بزنی. در هر دفتر که هستن کل چیزا ثبت می باشن. باز چی قسم وارد ثبت میکنن سری از والی بلا را میچسبانن که مثلا این از کدام شو بس از کدام شو بس این لیبل ها رو باید چی رقم جور کنی اگه میخواستی که لیبل ها رو جور کنی باز میای از چی استفاده میکنی از لیبلز کلیک کن سکه اینجا بیشتر اینجا این ولاب بود نی لیبل باز اینجا هستن اگه میخوای که لیبل جور کنی اینجا نوشته کو که چی رقم لیبل جور میکنی هر چیزی که دو میخوای نوشته کو مثلا ما میگم که دو نام نوشته باشه که همه جای خالی بکنیم که باز با قلم نوشته کنم چرا پایین میه وقتی که اینجا نوشته میکنم خط پایین میه یعنی چرا پایین میه به خاطر که سایز خورد انتخاب شده میبینین این سایز لیبل بسیار کم خورد هستن این باز اگه چینج میکردین سایزشان اینجا در آپشن هستن که کلش اینجا که نوشته است در تیپ پر پیج یعنی در یک صفحه بر 30 دانه میاره که هایتش چینی قبای می باشه ویتش آلو ویتشان چند است یک است ویت مانا بر چون برش کم است از خاطر که ما نوشته میکنیم در لینه بیمیه خو یک دیگر انتخاب میکنیم این باز بسیار کلان است تقریبا 4 در 5 است اینی جز زیاد اندازه مختلف داره هر یک شی که تو انتخاب میکنی یک شی انتخاب کنیم که اندازه شون کم باشه تو شون زیاد زیاد است اگه خود میخواستیم اینی رو بگیریم اوکی تو که سایزش کم زیاد باشه حالا اینجا بیام نوشته کنیم مثلا چی رو نوشته میکنیم؟ نام نوشته میکنیم سیریال نمبر رو نوشته میکنیم نمبر مثلا تاریخ خب چیزایی که ضرورت داشته باشین که باید دلیبل نوشته کنین این نوشته کنیم باز حالا اگر پرینت میکنی چی رو کلیک کن؟ پرینت اگر در صفحه میخوای بیه؟ نیو داکومنت اینجا که هر قدر اندازه رو انتخاب کرده باشی با مو اندازه هر قدر که در صفحه جای شد اونا برات میاره نیو داکومنت کلیک کو چند تا اومد چیز ایره میگه لیب فهمیدین دو تاره دو تاره اینجا خواندیم و در رفرنس کپشن خواندیم کته مارک انتری همین بس تان است دیگه برین هر یک